دوباره برگشتیم ادامه برنامه نسیم صبح است. آهنگ خیلی زیبا با آواز جاوید عمر خیل بود که تقدیم شما شد. با امید که طرف توجه شما از دل قرار گرفته باشه. و دوستای عزیز قرار است صحبت کنیم راجع به اهدای خون یعنی اهدای زندگی و همچنان مهمان ما در استودیو با ما هستن و اینا را خوش آمدید میگم. آقای سید میلاد سجادی هست. صبح زیبایتان بخیر باشه. خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صبح بخیری دارم خدمت شما دو عزیز گرداننده برنامه و خدمت همه بینندگان عزیز تلویزیون بیگ. بله خیلی خوشحال هستم جناب شما. سپاس تشکری میکنیم. باز هم شما را خوش آمدید میگم. مش آقای سجادی در نخواست در موارد ابتکار دیروز صحبت بکنین که این بار حال است که کسایی که هزادار بودن یا کسایی که اعضا گرفتن روز دایی محرمه و با هزاداری سپری کردن امسال با یک انگیزی بهترتر با یک ابتکار بهترتر خون اهدا کردن با کسایی که نیازمند بودن. میشه در مورد انگیزه این کار و همچنان در مورد بیشتر علاقه بودن هم جوانان که بیشتر در این کار علاقه بیشتر داشتن و خون اهدا کردن معلومات بده؟ دقیقا ما میخوایم موضوع را از مبحث دیگه آغاز بکنم. همونطوری که شهید سید اسماعیل بلخی اشاره میکنه که تأسیس کربلا نه فقط بهر ماتم است، دانشسرای مکتب اولاد آدم است. ما در این اواخر در این چند سال اخیر ما شاهد بودیم که واقعا جوانای خودجوش، جوانایی که انگیزه و فکر مکتب حسینی را به ذهن دارن و اینا خواستن یک تنوع ایجاد بکنن و اینا فرهنگ خوندیهی را اینا ترویج کردن در جامعه امروزی، نه تنها در جوزجان، در تمام ولایت کشور اینا فرهنگ خوندیهی را اینا ترویج کردن که میتونه ابعاد مختلف، پیام‌های مختلف دمیان داره و در بطن خود نهفته است. ما دیروز شاهد ده ها تن جوانان خودجوش با انگیزه های مختلف که اونا هر کدام به نحوه خود خواستن تحلیل بکنن از فرهنگ عاشورای حسینی، اینا آمدن و خون دادن و وقتی صحبت میشه، وقتی شعار و پیام از اینا میبینیم، میگن که ما دیگر یکی از شعارهاش نیست که ما زندهداری بکنیم و احیا بکنیم آرمانهای شهدای کربلا را و دیگر ما بجادا نریزیم. و شاید هم شما در جریان باشین که اکثر کشورها یکی در کشورها هستن که اونا یکی در جوان ها میاین و با تیغ میزنن و خونشان میریزنن و ای خواستن بمی حرف نبگن که دیگر روی این موضوعات های افراطیت ما نبگویم و ما بتانیم، چون کشور ما فعلا در کشور در حالت بحرانی و جنگ قرار داریم، ما بتانیم از طریق قضی فرهنگ ما بتانیم حداقل امو نیم سیسی خون ما که مورد ضرورت یک هموطن مستحق و مظلوم ما که متضرر از جنگ ها است ما برای اونا کمک بکنیم. ما در حقیقت تانستیم که پاسداری بکنیم از خون شهدای کربلا. بله دقیقا و جای خوشحالی همچنان هستن که همچون جوانایی هم داریم که اصلا شهکارهای خیلی خوبی رو نشان میدن. خب آقای سجادی میشه در این باره هدفشان که جوانا رفتن خون دادن برای نیازمندان هدفشان چی بود؟ یگانه هدفشان یک هدف عمده و کلی خواستن که به مو افرادی که واقعا نیازمند هستن برای اونا کمک کنن و هدف دیگی که میتونه برای اونا زیادتر سرمشق کارشان قرار بدن خواستن که زندهداری و احیای فرهنگ اصیل عاشورایی را به تصویر دیگی به جهانیان نشان بدن که ما این فرهنگ است و ما به جادا جانهای خود به اصلا نمی کشیم، به اصلا خونهای خود به زمین نمی رزنیم و از این طریق ما میتونیم که دست هم وطن ما را بگیریم. و شما شاهد هستین که هر روز وطن ما رو به یک ولسوالی ما رو به سقوط از وقت ولایات و هزاران جوان، ده ها جوان ما امروزا جام شهادت می نوشن و زخمی میشن و همه قسم ما اطفال می بینیم که اطفال نیاز به خون دارن. بله مخصوصا در اواخر بیشتر شده و محسن سفیدان و زنا و کودکا و همگی و از طریق خواستن که ما کمک بکنیم برای اونا و خوشبختانه اما با امو میاره که شفاخانه جوزجان صحت عامه جوزجان به خون نیاز داره به امو کفایت دیروز رسید
و در سال دقیقا یادم میاد در سال 1384 بود فکر کنم که بانک خونی به نام بانک خونی امام حسین در سیاحت امی جوزجان باز شد و او بانک خون در حدود 36000 یا 37000 سیسی خون گنجایش داره که دیروز به مو میزان و به مو پیمانه رسید که یک رقم بسیار خوب است و یک پیامد بسیار مثبتی داره که جوانای ما به مو خود به مو پختگی خود رسیده و هر روز به میزان و به شیفتگی و علاقمندی جوانان ما بیشتر میشه تا ما فرهنگ عاشورایی را به گونه دیگری بنگریم. دقیقاً ما باید همیشه تقدیر و تحسین بکنیم جوانانی که بیشتر ابتکار نشان میدن. خب آقای سجادی میشه در مورد اهمیت ادای خون و جلب مشارکت مردم در این کار انسان دوستانه بگین که چقدر این کار انسان دوستانه و چقدر قدر میته به هم نو خود به انسان به کسی که مثل از نفس میکشه و نیازمند هست بیشتر سبازی میشه که انسان به او شخص خوبی بکنه. دقیقا. ما مبحث حرف ما روی بیشتر است که چی گونه ما بتانیم باید این فرهنگ ها را ما بیشتر ترویج بکنیم و امو قسم دیروز جوانای ما در 34 ولایت افغانستان نشان دادن و امو قسم در روزهای مناسبتی در روز 18 سنبله روز شهادت قهرمان ملی کشور و امو قسم این فرهنگ ها در افغانستان مروج شده و این یک گام بسیار مثبت است. ما همونطوری که روی اهمیت خون گفتین ببینین انسان ما همیشه این مسلمان هستیم الحمدلله و انسان هستیم و کمک کردن به امنو خود به انسان هایی که واقعا نیازمند هستند ما این یک واجبی دینی و انسانی ماست. همونطوره که امام حسین علیه السلام نواسه رسول گرامی اسلام در روز عاشورا میره اشاره کرد که اگر ما او برای مردم کوفه خطاب کرد که اگر آزاد اگر آزاده باشین حداقل اگر دین ندارین اگر ایمان ندارین لااقل آزاده باشین یعنی امی آزاده بودن روی انسان بودن است. انسان باید با امنه و با انسان خود این قسم رفتار بهرمانه و رفتار رذیلانه نداره و از این خاطر ما انسان هستیم و عرفای بزرگای دین ما عرفای شخصیتای دینی و مذهبی ما آویز گوشای ما است و ما باید بتانیم از این انسانیت و از این شرافتی که در وجود هر فرد این جامعه است ما باید از او درس بگیریم و ما باید به همدیگری خود کمک بکنیم که این اهدای خون این خودش نمونه کوچک و نمونه بارزی از انسانیت است که ما میتونیم از این طریق ما همکاری و کمک بکنیم. دقیقاً انسان به یک دیگش نیاز داره در هر حالت باشه. خب آقای سنجادی میشه درباره حضور جوانان که دیروز خون اهدا کردن درباره حضور جوانان میگن چقدر با اشتیاق چقدر با علاقه خون اهدا میکنن به نیازمندان؟ دقیقاً ما در یک سایت خوندهی که عملا خودم اشتراک داشتم و یکی از مشوقین جوان ها بودم در اینجا ما در حدود 41 تن از جوان های مبارز جوان هایی که اندیشه و فکر و مفکورهشان فقط خدمت به انسانیت است و احیای فرهنگ عاشورای حسینی اینا در اینجا اشتراک داشتن و جوانای مشتاق دیگه هم صف کشیده بودن و طبق نیاز و لزومی امو ریاست صحت عامه جوزجان همینقدر جوان کفایت کرد و صحت عامه در حدود 36000 سیسی خون اینا گنجایش داره امو یخچالا و به اصطلاح مکانایی که خون برو نگهداری میشه و بیش از او اینا قدر گنجایش نداره طبق صحبت های مسئولینشان اینا دیروز در حدود در سه سایت شهر که در سه تک خانه شهر اینا رفته بودن در حدود 36000 سیسی خون جمع‌آوری شد که اگر قام بسیار خوب است به نسبت سال پیش 37000 و سال پیشترش هم 34000 که امسال 36000 سیسی خون جمع‌آوری شد و در اینجا اونا فقط اگر بیشتر از این ریاست صحت عامه گنجایش نداره و بیشتر از این یا خون اکسپایر میشه و یا خون درست نگهداری نمیشه نظر به این
جوانای خیلی علاقمند داشتیم، حتی ما دیروز کهنسالارا داشتیم که مشتاقانه دیروز آمدن، یک ده بانوان علاقمند بودن و نسبت یمو مکان امنیت و ایگپوش کن که ریاست امنیت و صحت یم در نظر گرفته بودن ما متاسف شدیم، گفتیم ما نمیتونیم و دیگر سایتای دیگر اشتراک داشتن. اینی وقتی میبینیم میزان علاقمندی جوانان هر سال بیشتر شده میره، با وجود اینقدر تعدادات امنیتی که ما داریم، این میزان علاقمندی را ما خیلی مثبت یافتیم. خیلی سپاس از آقای سجادی. به عنوان آخرین سوال از شما میپرسیم که ما چگونه می فرهنگ خوندهی را بیشتر مروج بسازیم؟ تنها نمیشه در روز یعنی عاشورا، روز عزاداری با حسینی ما خون اهدا بکنیم، باید هر وقتی که نیازمند هست، کسایی که با خون، باید هر فرد به احساس انسان دوستیش برای خون بده. پس چگونه ما بتوانیم بین همین جامعه که زندگی میکنیم، خودان جامعه جوان، همین فرهنگ خوندگی را مروج بسازیم و بیشتر هر فرد که نیازمند احساس انسان دوستی برای به فرد دیگر خون اهدا بکنه؟ دقیقاً این حرف خیلی خوبی اشاره کردین که تنها به یک روز مناسبتی نمیشه، چون عمر خون نظر به فرمودهای ریاست صحت عامه و دکترای فنی و متخصص بیشتر از یک ماه دوام نمیکنه و ما وسایل مخصوص هم ما نداریم، لذا لزوم به این است که ما نمونیش در گرمای سال، در زمستان ها ما زخمی ها داریم، واقعا نیازمندای بیشتر به خون داریم، یک کسی مریض از دفتن می آجل به شفاخانه می، ما باید کوشش کنیم، تیم های باید بسازیم و همه قسم کسایی که واقعا بیدار است در اجتماع ما بیدار است، این همه قسم دمی روزا جوانای خودجوش و آگاه، خب هم تو جوانای رضاکار در ارتباط باشه با صحت عامه و همه قسم ما بتونیم در روزای مناسبتی مثلا حداقل در ماه یک بار، ما از طریق تلویزیونی به یک صدا میکنم، در ماه یک بار ما باید کمپاین خوندی باید داشته باشیم، حداقل در سطح شهر خود کمپاین خوندی باید داشته باشیم، اگر در ماه یک بار نمیشه در دو ماه یک بار هم ما این کار رو بکنیم، خیلی برای ما ارزنده و یک ثواب بسیار بزرگ و حسنه ای را ما کمایی میکنیم. بله دقیقا، ما همچنان از یک سایت این صبح خواندم که یک انفجاری که در کابل شده بود، فکر می‌کنم تعداد خیلی زیاد را کشته بود، که یک فرد میره به خاطر اولپرسی کسی که اونجا زخمی شده، یک بار یک جوان میاد نزدش، ازش میپرس، از امی آقا میپرسه که مریضا را به کجا انتقال دادن، این فرد با انگیزه خیلی مسات پرسان میکنه که چی کار داری، کس زخمی شده، از طرف نخیر من خاطر خوندهی اومدم، میخوام خون بدم، پس دوباره شماره فرد این شخص میگیره و این میره یعنی خون ادا میکنه، بعد 3-4 روز بعدش از این احوالش جویا میشه، گویا که با انگیزه چی انگیزه ای وارد شفاخانه شده که خون بده ده تک روز که هیچ وقت نمیتونه کسه، یعنی قدر با انگیزه مثبت تر کار بکنه، 3-4 روز بعد که میایه از شخص پرسان میکنه میگه انگیزه چی بود که تو به این روز اومدی به هموطنت خون دادی، گفتن همین شعره که از مولانا است، بنی آدم هزا یک دیگرن چوزه به درها روزگار دیگر روزگار نماند به قرار، همین رو تا آخرین دم میگه برام خان و جواب ما گفت که همین جواب تست، دیگر علاقه ای به گپ زدن با ما نداشت و بیشتر صحبتاش قسم بود که انسان باید زمانی که نیازمند است باید نیازهایش شخص دیگر باید مرفع بسازه. باز هم سپاسگزاری میکنیم از شما، باز هم از کار فوق العاده و ابتکارهایی که همیشه خودتان و از طریق یه تشویقاتون جوانان بیشتر هنگیزه میگیره، باز سپاسگزاری میکنیم، تشکر از تشریفتان، باز هم سپاس